و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استثمار و استکبار و جنگ فابرهها و مرفهین بیدرد شروع شده است. جنگ ما جنگ عقید است و جغرافیا و مرز نمی شناسد. مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست و آنها که تصور می کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه است. یه روز پشت نیمکت، یه روز توی میدون، سینه سپر کردیم و سارمان خواهیمون. میخوایم از فساد افشاگری کنیم، میخوایم تو این جبه خط نگهداری کنیم. همون خط 57 پیر خمینه، دادستان در امتداد کانال کمینه. پشت سنگر عدالت کف خیابون نشستیم، تک تک کلمات و درد مردم نوشتیم. جنگ عدالت و فساد بی طرفی ننگه، تو این جنگ یام تا دلت بخواد بر چسب و انگه. یکی میگه وطن فروش، یکی ضد انقلاب، راه و با سختی شب توی قصه انتخاب. نمیذاریم ران تشپای مکتب نوشته شه، یه جا باس دستش از بیت المال قد بشه. واسه دزدا تو قطار انقلاب جای نیست، شوم مازی هیچ و خارمان خواهی نیست. نفاقش کشتی و سوراخ کرد و به گلش هست. اولاد ناخلف توی حرمت پدر شکر منشأ فتنه است و دلباخته غربه. نسخه غربی درمان نیست، خود درده. وقتی غرب فساد سیاه ذات و نیتش قصه معلومه، وقت دو ملیت تابعیتش. اون بر آب واسه دزدا آغوش بازه، شیطان هر روز یه دام تازه میسازه. یه روز به شکل یک نفوذی خود فروخته که یه عمر چشم جیب مردم دوخته. مهم نیست چی نشون میده، مهم واقعیته. بس سیانمایی، بس قابلیته. وقتی دکتراش جلیه، نم کشیده بی سواده. وقتی پای حکمش نوشتن آقازاده، با منافع برقش فقط توی ظاهره. هدف اونا جون مردمه، هدف این باوره. وضای بیعتمادی رو تو کشور رقم زده، به اسم تخصص تو خون شهدا قدم زده. این دنیا رو درد ما چشات و بد، این دنیا با شهدا منتظر. آخر زمان وقت قربال خواسته، حریت با نقطه است نباشه حواسته. پرچم انقلاب میرسه به دست صاحبش، بالاخره بلند میشه بانگ انال قائمش. بالاخره بلند میشه بانگ انال قائمش. دادستان در امتداد کانال کمیل، کف خیام پشت سنگر ادالت نشستیم. تک تک کلمات و درد مردم نوشتیم. جنگ ادالت و فساد بی طرفی ننگه، تو این جنگ هم تا دلت بخواد در چسب و انگه. یکی میگه وطن فروش، یکی ضد انقلاب. این راه رو با سختیش کردیم توی مثل انتخاب. نمیزاد را که پای مکتب نوشته شه، یه جا باز دست دست به ترمان قد بشه. تو قطار انقلاب واسه دوزا جایی نی، شما بازی هیچ وقت آرمه خواهی نی. نفاق کشتی و سوراخ کرد و به گل نشست. اولاد ناخلف تو این جهنم پدر شکست. تزویر منشأ فتنه است و دلباخته غربه. نسخه غربی درمان نیست، خود درده. وقتی غرب فساد سیاه ذات و نیتش قصه معلومه، وقتی دو ملیت تابعیتش. اون برا به روی دزدا آغوش بازه، شیطان هر روز یه دام تازه میسازه. یه روز به شکل یک مجری خود فروخته، یه روز کاریزما سازی از یه مهره سوخته. امروز جولان میدین تو اخبارای بی بی سی، یه روز میای بدون تعارف 23. مهم نیچی نشون میده، مهم واقعیته. بس سیانمایی نیست، بس قابلیته. وقتی دکتراش جلیه، نم کشیده بی سواده. وقتی پای مکتبش نوشتن آقازاده. فرقش با منافق فقط توی ظاهره، هدف اونا جون مردم، هدف این باوره. فساد بی شماری تو کشور رقم زده، یقش و بستر خون شهدا قدم زده. تو این دنیا شاید رو درد من چشاتو بستی، اون دنیا پر سراد با شهدا منتظر دستی. اون دنیا پر سراد با شهدا منتظر دستی. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم.
چیزی بین تو پیش اومده؟ نه بابا دیگه قرار شد بحث این دادستان و سایت و این چیزها رو باید اصلا یک شخصی رو نکنیم. بگین چه خبره، منم در جریان باشم. استاد ما گفتیم با رئیس شدنتون تو دانشگاه دیگه از حضورتون تو کلاس محروم شدیم. نه اون که شایعه است، فقط می‌خواستم ببینم به خاطر همین موضوع جشن گرفته بودین یا نه. استاد اگه الان شما بشین رئیس دانشگاه آخه چه اشکالی داره خدایی؟ یه شعر خیلی قدیمیه میگه که بچه‌ها شوخی شوخی به قورباغه‌ها سنگ پرتاب می‌کردن و قورباغه‌ها هم جدی جدی می‌مردن. حالا شما هم شوخی شوخی انقدر بگین که جدی بشه. استاد شما برای یه نگفتن اونم به رئیس دانشگاه این همه زمان برد، اگه بخوایم بله بگین چقدر زمان میبره؟ این پیشنهاد ریاست مثل همون مسئله قدیمی میمونه که شاگرد تنبل کلاس و مبصر کلاسش میکنه. ورژن امروش هم اینه که استاد اگه کسی منتقد و معترض باشه مدیرش میکنن، در واقع یه جورایی میخوان سرشو گرم کنن. خیلی خوب بچه بس واقعا شکر بسته دیگه. اولا از همه تو معذرت میخوام بابت اینکه بابت کار شخصی از وقتی کلاس دادم، ولی بهتون قول میدم که در یک موقعیت مناسب حتما یک کلاس جبرانی براتون میذارم. استاد نیاز به جبران نیست، حق و ناس این همه ازش گذشتیم، این یه بارم حالا اجازه بدین تشخیص اون ماجرا با من باشه. حتما یک کلاس جبرانی میذارم. خوب گوش کنین، شعر معترض با شعور اعتراض، منطق و شور دانشجویی، همه اینا با هم دیگه میتونه یک طوفان مطالبه گری را بندازه. اما اگر کفه شعار و شعور در مطالبه گری میزون نباشه، در حد شعار باقی میمونه. پس رفیق به شعرت باید عمق بیشتری بدی، باید عمق بیشتری بدی. به شما هم نقد دارم، به جای کف و سوت و گرفتن ریتم یه قدم برین جلوتر، به جای نق و ناله به چه باید کرد فکر کنین. مچگیری و افشاگری مصداقی کار جنبش دانشجویی نیست، کار ژورنالیسته، که صد البته اونم با اصول درست و ارزشمند قابل شنیدنه. آقا سلام. سلام، خوبی شما؟ زنده باشین. اسکندری هماهنگ شده. با کی هماهنگ کردی؟ با ادانی هماهنگ شده، صادق اسکندری. که همه ما کنار گود بشینیم و به یک مسئول بگیم لنگش کن که آسان‌ترین کار دنیا است. کار دانشگاه چیه؟ جمله که میگم رو با حروف درشت در ذهنتون ثبت کنین. کار دانشگاه تولید تفکر، اندیشه و راه حله. اون وقته که مسئول با شعور گوشش رو با ما همراه میکنه. در قیل
بله. شما اینجا چیکار می‌کردید؟ سر کلاس بغلی می‌نشستم. شما تو دانشجویی؟ بله، همه دانشجویی. کارت دانشجویی داری؟ بدین ببینم. کارت دانشجویی برای چی؟ نگران نباشید. می‌خوام پیدا کنم. مشکلی برام پیش نیاد بابا. کارتاتون رو بدین به من. برای چی بدین؟ چیز مشکوکی ندیدین؟ چیز مشکوکی نه. آدمی که مثلا دانشجو نباشه. نه، یعنی شما فکر میکنید کسی رو انداخته؟ حالا داره میپرسم دیگه. من فیلم گرفتم چند تا. ببینم. همه تو فیلم گرفتین. بله، من نگاه بکنم. خب اینا رو بر من میفرستین. خب شمارتون رو بدین من براتون میفرستم. چشم میفرستین حراست دیگه. حراست یعنی چی؟ بابا نگران نباشید. بلافاصله فیلما رو تحویل دادین کارتاتون رو میگیرید. بده من. خوبه. زنده باشین، دست شما درد نکنه، بفرمایید. مشکلی پیش نیاد. نه، مشکلی پیش نیاد. بفرمایید، نه خیر. بفرمایید. نمیشه ندین حراست؟ نه حراست، بابا نگران نباشید، فقط میخوای فیلمات رو ببینید. نگران نباشید، بفرمایید خانم، بفرمایید. جوونه بنده خدا، این واسه کجا انداخته پایین؟ باید انداخته پایین بگیر. من نمیشه با تو نه آقا لازم نکرده. بابا نگران شما نمیشه. ماشین دنبالش بریم لازم نکرده. خانم شریف بیا. آقا بابا ماشین دنبالتون میاد. اتفاق بدی میخواد بیافته. فکر نمیکردم میخواد اینطوری بشه. اینقدر بد به دلت رو نده. ایشالله که هیچی نشده. شانس آورد که ارتفاعش کم بود و یعنی که خدا خودش به خیر بگذاره. چیز شیرین داری به من بدی؟ حالا بر به هم بخواد. آره. به نظرتون اماد چرا این کارو کرد؟ من که اصلا باورم نمیشه. یعنی شما میخواید بگید اماد خوش انداخت پایین؟ این چه حرفیه میزنید آخه؟ اماد آدم این حرفا نیست. استاد همه با روحیات اماد فاتحی تو دانشگاه آشنان. اصلا اماد اینجوری نبود که بخواد به خاطر یه قهر، یه اختلاف، یه حرفی بخواد چنین کاری بکنه. بچه من منظوری ندارم ولی همه احتمالات رو باید در نظر گرفت. من نمیخوام ماجرا رو پلیسیش کنم. درسته اماد رو همه دوست داشتن ولی دشمنم کم نداشت.
که نمیتونم بگم نرگس جان. باشه فعلا خداحافظ. خداحافظ آقا. سلام هنده. چطوری؟ حلو هنوز زنده است. چه حله؟ حالا بنده خدا به هوش اومد؟ تا موقعی که من بالا سرش بودم برده بودم سی تی اسکن. این راننده و تکنسیان هم آقا خیلی حالشون بده. بهت گفتم سایه به سایه دنبالش باش. گن زدی ساده. آقا من دم در دانشگاه معطلم کردم. ازم کارت دانشجویی میخواستم. خب تقصیر من نیست که کارت دانشجویی نداشتم دیگه. بعدش هم به خاطر این تصادف قضا و قدره دیگه دست من نیست که. نمیدونم چجوری این عجل معلق از کجا پیدا شد کوبید آمبولانسه. نمیدونم این اماد خیلی بد بیار آقا. این راننده برای چی داشت فرار میکرد؟ نمیدونم شاید از خون ترسیده بود. شاید هم بالا بوده. بالا؟ بالا ها. مواد مخدر چیز زده بوده. گناهشو نمیشونم. من فکر میکنم ادبیاتت منو کشته. آقا مفهوم علی کامل انتقال بده کرده. حل آقا حل. بفهمید. ببخشید تو آسانسور آنتن نمیداد. میفرمودین گزارشی چی؟ همین موضوع سقوط فاتحی. عماد فاتحی. نه به داره. بچه ها دارن روش کار میکنن. هنوز برای اظهار نظر قطعی خیلی زوده. هرچند هنوز چند ساعت بیشتر از این اتفاق نگذشته. این شبکه ها و سایت های خارجی دارن رو احتمال کشته شدن عماد مانوف میدن. این خیلی جالبه برای من. طبیعی کشته شدن عماد برای اونا خوشایندتر از خودکشیشه. بله. برای خاطر همینم الان دارن قضیه رو جوری الغا میکنن که ما تصمیم داریم در نهایت موضوع رو خودکشی اعلام کنیم. برای اونا حتی شایعه کشته شدن یه فعال دانشجویی و عدالت‌خواه جذابه چون به راحتی میتونن انگوش به اتهامو بگیرن سمت کشور. به بچه‌هات بگو هماهنگ کنن با رؤسای دانشگاه که به هیچ عنوان با هیچ کس مصاحبه راجع به عماد یا کس دیگه نکنن چون این بر تصوراتشون رو میگن اون بر واقعی برداشت میکنن. متوجه شدی؟ خیالتون راحت باشه. هماهنگ کن. خداحافظ. خدا نگهدار. هماهنگ کن با مدیریت و حراست دانشگاه. تشکلهای تریبون دار همه. به هیچ عنوان در مورد عماد مصاحبه نمی کنن چه داخلی چه خارجی. چشم آقا. از طریق حراست به این رئیس دانشگاه تشکلهای دانشجوی هر کسی که تریبون داره میگین در مورد این سقوط این دانشجو هیچ اظهار نظری نکنن. حله دمتون گرم. بعدش هم این که من الان یه ساعت جلو در حراست علاف شده بودم. بابا سینجین داشتم میکردن دیگه. هماهنگ کنید اداریه دیگه. باش خداحافظ. خداحافظ. حل دیگه آقا. حل گفتم. به کی گفتی؟ به میثم دیگه. میثمو که من میدونم الان کجاست. نمیتونه با تو حرف بزنه. آقا با موبایل خودم که نمیتونم به میثم بگم. به بچه های اداره گفتم که به میثم بگن. حل آقا نگران نباش. تو اصلا برای چی دنبال من رو افتادی؟ که گزارش بدم دیگه. گزارش که دادی. برو یه تحقیقات میدانی بکن با دانشجو صحبت کن. شاهدای عینی سندی مدرکی کیفی موبایل این پسره رو برده بیاد. آقا اتفاقا این موبایل خودم بهش حساس شده بودم. تو صحنه سقوط که باش نبود. من پیگیر بودم. تو صحنه تصادفم روشن بوده بعد اون خاموش شده. این مشکوک میزنه. من خودم پیگیرم. آقا شاید دست خانومشه دست یکی از دوستاش. این ماجرا رو حتما پیگیری کن. بله آقا حل. شما نگران نباش آقا. برو دیگه ساده. یعنی گزارش ندم؟ عزیز من گزارش دادی چند دفعه. آه راست می گزارش دادم. بفن باد خدا حافظ. بفرمایید. آجا سلام. 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 دستشو باز کن. یعنی شما نه. باشی. بیا بشین. مطمئنی حالت خوبه؟ بله به یارو معاینه کردن. گفتن چون کمربند بسته بودی ضربه سنگین نبود. چی شد؟ هیچی رئیس. یه هفته ای از زانوم خالی میکنه. بفرم سواد داری یا نه؟ راننده ترانزیت باشی گواهینامه بین‌المللی داشته باشی سواد نداشته باشی که به درد لای گرز میخوره قربان. راننده ترانزیت با سواد بی حواس که تو شهر زده تو کمر یه آمبولانس. خدا به کمرمون زده ایست. الان حالشون چطور؟ دوشون که تو اتاق عمل هست. وای مشخصات اونجا بنویس. چه جواب سوال اولم اون قسمت که جیم هستش اینجا بنویس. آه
پس این جین که میگه همینجاست حاجات. بله، صحنه تصادف را به طور کامل شهر دهید. بله، دقیقا بنویس چی شد که زدی تو کمر آمبولانس، اونم پشت چراغ قرمز. جناب سرگا خودتون که دیدین با تمام من زانوم خالی کرد، یعنی نمیدونم اصلا زانوم خالی کرد یا پدال ترمز زیر پام خالی شد. گیری بیری رفتم، چشام تار رفت. چشام تار رفت؟ نکنه چیزی مصرف میکنی؟ من چیزی مصرف کردم؟ من چند ماه درگیر سردردم، ولم نمیکنه. بعد نسبت شما صبحش رفتم پیش یکی از این رفقا، اندازه یه نخود نمیدونم یه ماش بود، بهم گفت اینو بندازی بالا، این آبیه که رو آتیش بریزی سردردت خوب میشه. فکر کنم اون حالمو خراب کرد. زامتا اون ماش خالی کرده. هر چی بهت بده میخوری؟ هر چی بده چیه جناب سرگور؟ واقعا من یه هفته از الان زانوم خالی که همین الانم بلند بشم زانوم خالی میکنه. من از بام علیه همینا که گفتی جز به جز بنویس. چشیز بسم الله الرحمن. نمیخواد، بسم تعالی اون بالا هستش. بله کورم، میگم چشم اصلا تار میشه. من افشین رو ایشون راننده اورژانس هستن، خدا رحمتشون کنه. در مورد مریض شما هم دکتر گفته که پیش بینی میشه آسیب جدی ندیده، ولی باید تحت مراقبت باشه تا ما مطمئن بشیم آسیب مغزی تهدیدش نمیکنه. ولی شرایطش امیدوار کننده است. احتمالاً از کتف زمین خورده، چون کتف و سرش دچار شکستگی و آسیب دیدگی شده. ولی شما نگران نباشید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. عاطف از خواهر اماد. وای نکنه میخوام بیان اینجا. بی زحمت جواب بدین، بیشتر از این نگران نشم. الو، یه لحظه گوشی. الو سلام. کجا؟ سلام، نزدیکیم. خدا رو شکر دکتر گفت شرایطش خوبه. ماما اینو بگو نگران نباشه. دکتر گفته حالش بهتره. چقدر آقا جون و مامان گفتن چوب بلونه زنبور نزنی. حالا همه جا پر شده، اماد خودکشی کرده. دوستا آشنا زنگ میزنن به جن که حال امادو بپرسن، میگن چرا این جوان این کاری کرده. عاطفه جان ازت خواهش میکنم به این حرف توجه نکن، اجازه بدید اماد خوب بشه، خودش میاد بیرون جواب همه رو میده. فقط شما بیه. ننوشتی برای چی میخواستی از صحنه تصادف فرار کنی؟ جناب سرگو واقعا من ریختم به هم، یعنی صحنه تصادف رو دیدم گرخیدم. راننده ترانزیت هم مگه میترسه؟ آقا من تو عمرم این همه جاده رو گز کردم، شب، روز، زمستون، تابستون، کویر، کوهستان، یه تصادف نداشتم. بعد وسط روز بیای بزنی به یه ماشین آمبولانس آژیرکشون، خب این آفساید آفساید تو پرونده. اگه تصادفت آفسایده فرارت که کارت قرمز داره و اخراج داره. خاک تو سرم واقعا، خب بزن تو سر من جناب سرگور. جواب زن بدبختم و چی بدم؟ نه تنها با جواب زن تو بدی، بلکه با جواب زن و چون بدبخت هایی که الان رو تخت بیمارستان خوابیدن اونا رو هم باید بدی. نه اون که خداشه ماشین بیمه هست، خود بیمه جواب میده. زنم رو بگو، زنم از 70 زانو درد بدتره، الانم 2 ساعتی جواب گوشی رو ندادم نگران میشه. جناب سرگور میشه خواهش کنم بذارید من یه زنگ بهش بزنم حداقل بدونه من کجام چیکار کردم؟ کارم که تموم شد میذارم تماس بگیری. خیلی آقایی، ای خدا من نجات. نگفتی اینجا چیکار میکنی؟ از که تالا افتادن یه جوان از ساختمون شده موضوع امنیتی. راستشو بگو، تنها اومدی یا تحت محاصره این؟ از وقتی که خط فکریش برمیگرده به ابوذر متکالچی، از وقتی که طرف از طبقه فلان پرد شده هنوز به کف زمین نرسیده، کشور متهم میکنن به حذف دانشجو عدالت‌خواه و فعال اجتماعی. قانع شدم دیگه بیشتر جواب نده. جواب تو داری میدی با این افکار رادیکاله.
چی؟ ببینم تو برای چی به اسم عدالت خواهی یا نمیدونم مطالبه گری این حرفا جوانای مردمو شیر میکنی و میفرستی وسط یه مش آدم از خدا بیخبر. منظورت از جوان مردم همین عماده که روی تخت افتاده دیگه؟ کلن امثال عمادو دارم میگم. ببینم این مملکت قانون نداره، نهاد نظارتی نداره، برای چیه دانشجو که باید فقط فکر و ذکرش درس و مشقش باشه باید مثل کارگاه‌ها بیفته دنبال گاف و سوتی چهار تا مسئول و نماینده و وزیر و وکیل؟ واقعا نکنه منظورت از افکار رادیکالی مطالبه گری قانون از کجا آورده ای و کی برده و کی خورده است؟ مشکل از مطالبه گری جوانای مردم نیست، مشکل از اونجای شروع میشه که وقتی مطالبات زیاد شد به جای جواب دادن و اقناع افکار عمومی به پا بذاری برای جوان مردم که نره دنبال شفافیت. خیلی ساده است، تو هم باشی داغ میکنی. به پا گذاشتیم طرف رفت تو کما، به پا نمیذاشتیم چی میشد؟ بعدش هم وقتی طرح مطالبات از مجاری قانونی و مدنی خارج میشه دوغ و دوشاب قاطی میشه. حمید داوری دانشوی قدیمی، تو از کی اینقدر عوض شدی؟ ببینم نکنه موقعی دانشجویی تو تمام فکر و ذکر درس و مشقت بود، تو که یه بات وسط کلاس بود یه بات وسط تجمعات دانشجویی. ابوزه زمونه عوض شده، الان همه چی داره رو اصل و اصول خودش پیش میره. حمیدی چی عوض نشده؟ فقط اون موقعا تو کنار ما بودی، این ور میز مطالبه گر بودی، الان رفتی اون ور میز باید پاسخگو باشی، میگی همه چی عوض شده. تو عوض شدی رفیق، تو هم اون ور میزی، تو هم باید پاسخگو باشی به خانوادهش، به همسرش، به دانشگاه، به ما، به خدا. بیاریم یه چایی بزنیم تو بهت بگم. حالا خودت چی کار میکنی؟ به جز تدریس کار دیگه میکنی؟ نه کار دیگه بلدم. از مدخالچی بزرگ چه خبر؟ اون چی کار میکنی؟ آره تو خبر داری، حالش خوبه، ولی اینکه چی کار میکنه چی کار نمیکنه تو بهتر. سلام. سلام علیکم مادر. آقای مدخالچی هستم. شما آقای مدخالچی هستی؟ بله. شما آقا چرا یه اتفاق باید برای پسر من بیفته؟ پس شما مادر عماد هستی؟ نگران نباشین، خدا رو شکر حالش خوبه. نگران نباشی، حتما باید اتفاقی میافتاد میمرد. شما به دل نگیرید، مادر دیگه. فقط یه خواهشی از شما دارم. بفهم. حداقل نذارین تهمت خودکشی به پسر من بزنن. به آهو میگم بتاز، به تازی میگم بگیر. پدر خودش صاحب منصبه، خب بهشون بگی پیگیر ماجرا بشن، سفت و سخت بگیرن. چه وضعیت؟ نگران نباشی مادر، مسئولین دارن پیگیری میکنن. خونه ما همش اسم شما و حرفاتون بود، خودتون میدونین چی دارم میگم. بریم آش خانم. بریم. شیرین سلام. افشین تویی؟ تو مخواستی کی باشه؟ چی شده؟ ببین من تصادف کردم. با کی؟ کجا؟ شلوغش نکن، با یه آمبولانس. کسی مرده؟ نمیدونم کسی کشته شده، مجروح شده، چیزی شده، ولی بد زدم. باشه خودت سالمی؟ نه خدا رو شکر فعلا که هیچی. افشین حواست کجا بوده؟ نمیدونم، حواس پرت بودم، صبح رفتم پیش این محمود از خدا بی خبر. یعنی تلخکی، یعنی یه دونه این ماشا به ما داد، انداختیم بالا، سردردمون خوب بشه، همین بلاش سر اومد. من نفهمیدم، خودم نبودم. من چه غلطی کنم الان؟ چه میدونم، نفهمیدم اصلا چی شد، اصلا حالی به حال دیگه بود. اصلا نهار خوردی؟ غذا چیزی خوردی؟ چه نه بابا، نهار کجا بود؟ از گشتگی دارم میبینم. ببین شیرین، منو باید قطع کنم. من کلانتری هم دیگه، جان بلنش میگه باید. فقط به کسی نگی چیزی ها، شاید همینجا همه چی حل بشه بره. آها، قبل اینکه بیای اینجا برو یه سر بیمارستان ببین بنده خدایی که من زدم حالشون. ما آدم به قرآن، ببین حالشون چه جوریه، خرج مرجی دارن ندارن. باشه باشه، من اول میام بیمارستان. خدا میگم خدا بزرگی کمتون نکنه. Thank you.
درد مشترک بینمون است میدونم، این دفعه واسه در درد تو سینم میخونم، یکم ریش با پیرنی که یقش رو بسه، یکم اخمالو با تر و تیپ خسته، با یه چپیه تو ده شست جا مونده، واسه جامعه شده مهمون ناخونده، رو دیوار و اتاق شخص چمران آوینی، آخه سوپرستاراش همین هست که میبینی، کل جامعه میگن این واقعا خوابه، لاکچریا شده عکس با تانک چذابه، حرف حقیقتش یا برچسبه یا تهمت، هر کی توهین کنه دموکراسی یه جرأته، بعد این همه کار بیمزد و منت، متهمه به کار واسه کسر خدمت، لواش میخنده دلش پر از غمه، واسه کل دنیا همیشه متهمه، تو دنیایی که تصویر و ریا قاطیه، مردم میگن هر کی عدالت‌خواه افراطیه، از فامیل ترک شده باهاش نمیجنگه، وقتی حس میخوره از رولج میخنده، توی دوگانگی بزرگ قوته بره، چون عاشق خطراشو به جون میخره، چون عاشق خطراشو به جون میخره، خطراشو به جون میخره. خاکی به سرمون شو شیرین. افشین چی باید به تو بگم الان من اون محمود رو ببینم چی کارش کنم؟ چه ربطی به محمود در به در داره؟ من تصادف کردم، تو موقع خیر محمود رو بچسبی؟ همون در به در اگه اون زهرماری بهت نمیداد الان اینجوری نبود برده. عزیز من تو که میدونی من سردرد دارم، اون من یه لطفی بکنه یه حالی به من بده، اون تلخک شد منم انداختم بالا. حالت چی بود این دیگه زشت؟ چیکار کنم؟ نمیرم خب اون صورتت چی شده؟ هیچی بابا، یه خراش کوچیکه، یه تصادف جزئی بود. جوزی بود سه نفر بیمارستانه؟ چی کار کنم؟ مرده و تصادف دیگه. خب حالا باید چی کار کنید؟ اوکی بعد با این آقای اونجا دست رو میفرمایید شما، باید چی کار کنم؟ میگه باید بریم دادسرا اونجا معلوم بشه. به ننم که چیزی نگفتی؟ من بنده خدا گناه داره پیرزن چی بگم؟ کار خوبی کردی، اون طاقت نداره، شاید همین چی اینجا حل شد. اصلا بهش بگو یه بار به افشین خورده رفته ترکیه، زودم برمیگرد. این بهتره. وای مردم از گشنگی. بیا بس تو سیستندری گرفته بودم. میشه خانم، ممنونه. الهی فرزش شوهرم گشنشه تشنشه مریضا. مسئولیت داره خانم علی ما. آقا مسئول شما کارهای پرونده‌شو بکنید، ما خودمون بهش قضا میدیم. نمیذارید چی بدم شیرین؟ من طاقت زندان ندارم، ما یه روز اونجا باشم دق میکنم. برو پا بگیری پرونده من باش اینجا نشم. حالا شو اینم به وقت خوشمون شد دیگه، شانس نداره. حالا میذیشی بخوری چی میشد؟ من نمیشه. مواظب خودت باشی، مریضه ها، نمون رو دستتون. شیرین یادت نره آقا، شیرین من نمونم تو زندان. چه غلطی بود، خدا چه شانسی. این ماجرا از این قراره که ما یه چند وقتی کانال خبری دادستان رو رصد میکنیم. البته اینم میدونیم که اخبارشون خوراک خیلی خوبیه واسه رسانه‌های معاند، ولی ما به عنوان یه رسانه دانشجوی و دلسوز کشور بهش نگاه میکنیم، نبیشتر. سابقه عماد و دوستاش و خطر فکریشون هم که کاملا مشخصه برای ما، اصلا احتیاجی به مداخله نبود. تا اینکه فهمیدیم دارم پاشون از گریمشون درستر میکنم. چجوری فهمیدی؟ آقا ببخشید، بچه ها میگن سیستم داره آلارم میده، ظاهرا یکی داره تلاش میکنه وارد دوربینای مرکزی کنترل ترافیک بشه، مثلا دور و برای بهارستان مشرف مجلس. چی؟ تشریف بیارین. چی هک کرده؟ از کجا؟ آقا داریم روش کار میکنیم، ولی یه هکر از بیرون داره رو حساب روت لاگین میکنه، داره تلاش میکنه وارد سیستم بشه. آقا اینجا رو ببینید. آقا
آقا نگاه کن، آقا الان وارد سیستم شد متاسفانه. اونم الان میتونه تمام دوربینای راهنمای رانندگی رو رصد کنه. سری مکان یابی کنه. تو هم با یه تیم برو بالا سرشون. برو ساده. بگو کجاست؟ خبر میدم. حل. منتظرم ها. پدر من یه مسئول تو این مملکت، ذخیره این نظامه، این حقوقای نجومی که ازش حرف میزنید چیزی نیست، سهمش از سفره این مملکته. حالا دختر مظلوم یه مسئولی یه رانتی هم با پدرش داشته، وارداتی هم کنه، کفش کنه، سماوار، آهنالات خریداره، آقازاده چپرچلاق بورسیه میکنیم، کوه بدون مجوز ورمه داریم، ویلای مجوزدار تحویل میدیم، جنس بنجل به دلار دولتی نیمایی مینایی وارد میکنیم، به دلار آزاد مفروشیم ورمه داریم. پدر شما هم عرضه میداشتی توی مملکت میشد، شما هم میشدی آقازاده. راست میگی بابا، ما هم اگه عرضه میداشت مثل بابا شما اول جنگ مرفت او برا، بعد جنگ ورمگشت میامد، بعد هم میشد همه کارا، ولی حیف که هرچی عرضه داشت جبهه گذاشت، تازه نصف بدنش هم ناکار کرد، حالا نمیتونن نفس بکشن، چه برسه که بخواد سهمش از این انقلاب برداره. پدر من اگه اون موقع رفت اونور آب، برای حفظ جبهه علم و دانش بود. مطمئنی برای حفظ جبهه نفوذ داخل نبود؟ اصلا شما کی هستی؟ تو خودت کی هستی؟ من اومدم با مردم حرف بزنم، آگاهشون بکنم. واسه شده مردم به چشم شما اومدن، نکنه با دم انتخاباته. مردم همیشه به چشامون هستن، حتی اون موقعی که اختلاس بکنن مال همین مردم هم بکنه. اختلاس چیه؟ کشوره یه کافینت بچه یعنی اختلاط نکرده، مال مردم نخورده. عزیزم میخوام بسوزونمت، برم قربون بابایی که اهل سیاست باشه، یا تو هر پستی که هستش اختلاص بلد باشه. اوف بر روی بابایی که هر جا از ضرر داره، خودش با کل اولادش برا کشور خطر داره. گفتم گیرین کارتم ده، میخوام ایران نمونم بابا، برم کشورای غربی همونجا بمونم بابا. بابات فروبالت داد ولی از پول بینجور مان یا اختلاس های آدم ده، میخوام میلیاردیشم بابا، رفیق شجه و بزه یا خاوریشم بابا. بابا گناه چیه که بی پارتیم بابا، ببین با مدرک بالا یه زای آدیم بابا. ما آقازاده هستیم، سهم داریم تو بیت المال، هرچی اختلاس کنیم واسه ما حلال حلال. بابا یه باغ کوچیک داشت، همین بود کل اموالش، که ایران بعد از انقلاب افتاده توی باغه. که یکی از دانشجویان این دانشگاه از بالکن ساختمان دانشکده علوم اجتماعی به پایین سقوط کرد. برای بررسی بیشتر و روشن شدن ابعاد این حادثه با ریاست دانشگاه و برخی از دانشجویان شاهد این حادثه گفتگو می‌کنیم. ساعت 12 ظهر بود که به من خبر دادن یکی از دانشجوها که از دانشجویان خوب و فعال دانشگاه هستن، از ساختمان دانشکده علوم اجتماعی سقوط کرد. خیلی سریع ما اورژانس رو بالا سر ایشون رسوندیم. فکر میکنم دو دقیقه بعد ایشون به بیمارستان منتقل شد. در مورد علت حادثه هم باید بگم خدمتتون که مثل همه اتفاقا یه شایعاتی وجود داره. من همینجا از مردم شریف و جامعه دانشگاهی میخوام که به این شایعات توجه نکنن، و الان هم که همونطور که میبینید دانشگاه حالت عادی به خودش داره و دانشجویان سر کلاس ها مشغول هستن. خیلی ممنونم. ما سر کلاس بودیم که یه صدای داد و فریاد رو شنیدیم، اومدیم بیرون دیدیم که اماد قهر خون افتاده، بعضی ها میگن که خودش از بالا انداخته، ولی خدا میدونه که چه اتفاقی افتاده. خیلی ممنونم. جاری عمیق و تحقیل برانگیز مردم در مقابل توطئه های دشمنان در 14 دهه گذشته. آقا صادق، من به شما علیک سلام، من به شما نگفتم در مورد این اتفاقی که برای عماد افتاده با مدیریت و حراست دانشگاه هماهنگ کنین، کسی صحبت نکنه، مصاحبه نکنه، اظهار نظر نکنه؟ حله من به میسر سپردم که به بچه‌ها بگه.
یعنی به بچه‌ها گفتم که بهشون بگن. حله حاجی. پس این منم تو شبکه خبر دارم مصاحبه میکنم. هی حله حله. خب صداتون قطع و وصل میشه. الو. صادق. اومدم اومدم. وقتی دانشگاه به هر چیزی گیر میاد آخرش همینه دیگه. آدم تا یه جایی تحمل داره. تازه‌ش هم به جای پاسخگو بودن که چی شده چی نشده کارت آدم میگیرن حواله میدن به حراست. مرکز سیاسی هشت جیم. مرکز سیاسی هشت جیم بگوشم. قرار بود یه واحد گش اعزام بشه بیمارستان برای بررسی مجروحین تصادف آمبولانس. بله اعزام شده و بعد رسیدم به شما اطلاع بدم. ممنون منتظرم. تمام. زبان را غم نده شکرانش با من ای توف این روزگار. خدایا این رو خفش کن چه کردنش با من چه گیری افتدیم. خفش من ای که خفشی آقا یه چنین جواب منو بدبخت بده. بابا من تا کی باید اینجا بمونم؟ پوسیدم بگی من چیکار کردم؟ یه تصادف جزئی کردم، حد که نکردم، حقوق بشری که لو نکردم، با قاطی عملی من ولی و آشنا شباشم جان. اینا نه و آقایون عزیزان سروران بگو تا دهنه دادت کنه. دهنه تو به من تو به پاقاق دادم حرف دهنه تو بفهم وگرم بزنم تو دهنه. مثل که خیلی عجله داره بری دادسرا. جناب سرگرد واقعیت دوستا محفلشون گرمه گفتی مزاحمشون نشی. شرمنده. من نیم ساعت دیگه همتونو میفرستم. آنه یکی از اون سرنشینای آمبولانس به رحمت خدا رفت. رفت والا؟ بله. کدوم یکیشون جناب سرگرد؟ خود راننده آمبولانس. واو چقدر من گند شانسم. آخه اکی اون دوتا چی اونا سالم هم نه؟ سالم که نه ولی هنوز زنده هم. برو فقط دعا کن همین. او دعا میکنه آقایون دعا کنی تو رو خدا دعا کنی جون مادرتون دعا کنید. واو خاک بر سرم شد خدایا. جناب سرم شما هم دعا کن خدایا. خدای خودت میدونی من رنگی کلون تریم با عمرم ندیده بودم. راهنده هم درست باشتی درست همه رو برگرفت خودی دیستان سفرموشی رو میدین